من جمشید جم، فرزند بهمر و همایون، متولد 1311 20 امرداد در مهدی‌آباد یزد که آن را غول‌آباد هم گویند. پدرم فرزند دولت و خدابخش جمع مهدی‌آبادی و مادرم دخت فیروزه بهرام و هرمزیار خدابخش. ما 6 نفر خواهر برادر هستیم: جمشید، دولت، رستم، کیخسرو، خدایار، کتایون. من شنیده بودم که پدرم برای کسب و کار و اکثریتم به هند می رفتن، که او هم رفته بود به هند و در خانه پدر مادر بزرگم بودیم که خبر رسید که پدرم از هند رسیده. مادرم من و خواهرم را و خودش سوار الاغ شدیم و اومدیم رو به مهدی‌آباد. تا رسیدیم مهدی‌آباد پدرم دیدم در خانه و پریدم تو سینش، منو بغل کرد و یه بوسی بهم داد که فراموش شدنی نیست، که بوسه پدر را حس کردم و محبت اوشون را. زمانی که من 7 سالم شد رفتیم مدرسه مارکار استنسی کردیم و شروع کردم به دبستان رفتن و به هزار سختی تقریبا 3 کیلومتر بیشتر بود پای برنه می رفتیم دم مدرسه، کفشا می پوشیدیم که کهنه نشه. و در عین حالم وقتی که سر کلاس می رفتیم، چون زمان جنگ بود و قحطی دنیا را گرفته بود و مادرم نون جو درست میکرد و لطیر جو به ما میداد، خودشون میخوردن میرفتیم مدرسه، میدیدم نون گندم هم دست بحث بعضی بچه ها هست. اومدم خونه به مادرم گفتم ماما هر روز داری نون کالف درست میکنی برای ما، نمیشه یه روز نون گندم درست کنی؟ گفت وقتش میشه، حالا وقتش نیست. خب مدرسه را ادامه دادیم. یه روز دیدیم که از مدرسه گمادیم، دیدم که پسر چوپونمون نشسته داره علف یونجه میخوره. رفتم به مادرم گفتم ماما همون نون که علف خوبه، اما این داشت علف یونجه خالی میخورد، نه ما همون نون جو خوبمونه. شش کلاس هم که خوندیم، در دورانی که مدرسه می رفتم می به کشاوردی پدرم کمک بدم و دبستان را ترک کردم. پول تمام وقت صرف کردم به کمک پدرم مادرم. توت و خیار و خیار سبز و گروکی که می بردیم شهر حق داشتیم ببریم، اما اگر می خواستیم دو تا خیار ازش جدا کنیم میگفتن دست نزن، شما نمیتونید جداش کنید برای اینکه ما زردشتی هستیم. من در 15 سالگی در رسومات یزد که مشروب سازی باشه استخدام شدم و یه چند سالی تقریبا 6 کیلومتر پیاده میرفتم و برمیگشتم منزل، اما آخرش هم یک پولی را پسنداز کردم و دوچرخه خریدم. من با پولی که پسنداز کرده بودم به اجازه پدر مادرم، 18 سالم نشده بود هنوز، روانه زاهدان شدم که بروم پاکستان. در زاهدان هم به آسانی گذرنامه نمی دادن. من پولم کم بود، چیزی نداشتم. تلفن کردیم، تلگراف زدیم به پدرم، پول قرض کرده بود برام فرستاده بود تا پرداخت گذرنامه را بریم. بعد از 2.5 که در زاهدان بودم، درست 18 سالم شده بود، گذرنامه دادن دست ما، رفتیم سفارت ویزا بگیریم
گفت که خب چه کار بلدی در پاکستان؟ کار بلدی؟ گفتم نونوایی. گفت بلدی؟ گفتم بله. اونم گفت که شیرینی سازی چطور؟ گفتم یاد میگیرم. عنصر افتاد به خنده که بله ما داریم ویزا یک ماه بهش میدیم، او میخواه بره هر از شیرینی سازی یاد بگیره. و بعد از دو ماه و نیم روانه کراچی شدم. آگست 1950 وارد کراچی شدم و مستقیم رفتم مغازه بیکری فامیلمون که در کراچی بیکری داشتن به نام اسپندیار بهمان و تقریبا 4 ماه کار کردم که چون ویزای توریستی داشتم و اوائل سال 1350 رفتم هند. وقتی که رفتیم در بمبایی فامیلا 18 روز در پونک بیکری خوردم و خوابیدم و کار کردم. بعدش هم یک ماشم در رستوران به نام سئل رستوران کار کردم. دوباره دیدیم که 21 فوریه بود تقریبا 1951 از بمبایی روانه کراچی شدم با هواپیما. رفتیم کراچی دوباره خونه بیکری همین فامیلمون. در کراچی در همین بیکری 5 سال پشت سرم دوباره کار کردم تا کم کم خودم شدم استاد شیرینی سازی و استاد نونوایی. من سر ماه 125 روپیه حقوق داشتم. خب این 125 روپیه 200 تومان ایران میشد. تاجر داشتیم به نام پارسی، می اومد می گرفت و پول می داد به پدر مادرم. این پول آخر کار که من دوباره بعد 10 سال که ایران رفتم مادرم می گفت این پول ها که فرستادی چیزی نبود، فقط اون 2 تومانی که تو از مدرسه آوردی و به من دادی اون پول بود. وجدان دروغ نمی گفت. بالاخره شب و روز کار کردیم و نونوایی کردیم و بیکری داری خمیرگری و شیرینی سازیم درجه 1 بود. بعدش بیکری که برداشتم گرفتم در به نام بعد 5 سال به نام پرس بیکری باز کردیم. اینجا که بیکری خودم که اومدم کم کم وضع یک کمی بهتر شده بود. وضع چی؟ هم وضع خودم هم وضع زمانه. ریکشه راننده داشت و منم با دوچرخه باش میرفتم. در این دوران که من داشتم کار میکردم یه بنای شارخ مندگاریان که فامیل آرش بود رو کف سعدی ارباب بود و کار میکرد. وقتی که کار میکرد که با هم صحبت میکردیم گفت که فلان جا ما میخوایم جا برداریم دکون باز کنیم، آیا شریک حاضری شریک بشی؟ مرد و مردانگی پول نداشتنی جیگرش را داشتم. گفتم که بله منم شریک میشم. این دکون چیز بود به اصطلاح خودشون بندوقواله بود، دکونی بود که اسلحه میفروخت اما خالیش کردن و دادن تحویل ما. ما میز و صندلی چیدیم توش و شد رستوران به نام کیف نیویورک. در این حالی که من در بیکری کار میکردم و معلم گرفته بودم که آخر شب بیا درس یادم بده و در اون زمانم برادرم هم در پیشاور درس میخوند مدیکل کالج. من بعد 10 سال روانه ایران شدم، یعنی امتحان را دادم و رفتم ایران و ایران رفتم فامیلا و سعی کردم که بتونم یک کسی را نامزد کنم و برگردم که نتونستم. دیدارم شادی آرد رنگی از غم ندارد، خوش باشد این دنیای خاموشت. شد قطره باران آبیزه گوشم، از دل با شادی خیزت خرم
اومدم از ایران اومدم کراچی دوباره تو همون بیکری و تو باز همین دورانی که من تو بیکری کار میکردم یه جای دیگه بیکری میخواستن باز کنن. گفتن شریک میشی؟ گفتم بله. حالا شدیم چی؟ صاحب سه جا چارانه شریک شدن. 1964 بود تقریبا و من رفتم ایران که به تصمیم داشتیم که ازدواج بکنم و غیر مستقیمم حرفمون داشت رد و بدل می شد که فلان دختر من برم خواستگاریش. یه روز تصمیم گرفتیم و شوهر خالم و یه پسر خاله دیگه ما اینا فرستادیم که بگن که فلان کس دختره فردا ما می خواهیم ببینیمش. وقتی که اومد دیدیم قند و عرقچین داران اومدن. خب چه خبره؟ هیچی بله شده. گفته خب مبارک باشه. آره دیگه بله خودشون بله گرفته بودن. مادر زن میدونست چطور دختر رو عروس کنه. بالاخره روز بعدش یه ما میخواستیم که بریم حلقه بخریم. وعده کرده بودیم در خیابون شاه جلوه بازار خان و جلوه طلا فروشی و چاپخونه گلبهار که دختره میان و فامیلاش میان و بریم حلقه بخریم. یه وقتی دیدیم برای دختر خانمی همراه خوارشا داره میجنبه وقتی که اومد گفتن آه اینه. گفتن خاله همینه دیگه همینه. رفتیم در 150 قدمی حلقه خریدیم. بعدش قرار گذاشتیم پسفرداش مامیم نامزدی. پسفرداش رفتیم نامزدی بعد 15 روز هم عروسی. بزنگ درست شد. چی شد؟ کجا شد؟ جمشید دوباد شد. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. من 3 اکتبر 1962 در مهدی آباد با پروین دخت مروارید بیمان و رستم کیخسرو و فلفلی عروسی کردم و نتیجه‌ام 3 فرزند داریم، 2 پسر 1 دختر. من وقتی که عروسی کردم 2 ماه و نیم بیشتر در یزد نموندم و قولم دادم به خانمم که من سر 6 ماه بر میگردم و بدون یه روز کم و زیاد سر 6 ماه برگشتم. 6-7 ماه موندم و همه جا رفتیم، تهران رفتیم، بندر پهلوی رفتیم، گشتیم. من مجبور بودم دوباره ایران را ترک کنم. پلو پدر مادرم موند. من رفتم کراچی برای کارم که بیکری و رستوران را اینا داشتم. مجبور بودم که برم و وقتی که رفتم این دفعه 1.5 سال طول کشید و در دورانی که اونجا بودم عکس منوچهر را فرستاده بودن که من ببینم که منوچهر پسرم این در کشو دخل یا رجیسترشن که باز میکردم با همین دلم خوش بود که دارم بچه ما میبینم و کار میکردم. من دوباره برگشتم ایران و زندگی به خود دادن. هنوز پرمون مادر پدرم بود با منوچهرم. منم همون بوسه‌ای که پدرم داده بود به من دوباره نثار او کردم. یه مدتی در یزد چند روزی موندم خونه پدر مادرم و تصمیم گرفتم برم تهران دنبال کار.
رفتیم دنبال کار، چند تا اینترویو رفتیم که میخواستیم مترجم باشم و اینا، بالاخره هم قبول شدیم هم نشدیم تا جنرال تایر برای ما پیدا شد. در جنرال تایر که استخدام شدم به انبارداری مایی 800 تومن. اونی که من را استخدام کرد زبان اردو هم بلد بود، با هم صحبت کردیم استخدام شدیم به انبار را متریال هاوس. زن و بچه هم از یزد اومدن تهران و ما وقتی هم که اومدن، من خونه اجاره کرده بودن در این دوران که وقت داشتم و رفتیم خونه خودمون. این دفعه نوبت بهرام متولد بشه. خب بهرام هم متولد شد 1969. بعدش هم تیری نکشید که ماندانا متولد شد و 1971. ما چون اونجا صدمه دیده بودیم، الان هم رو راست میگم قبول ندارن اونها، اما من به دنم گفتم تو زبون دری با شرط بدم با برام، من فارسی حرف میزنم. در صورتی که من بچه کراچی نه زبون اردون خوب بود، نه زبون فارسیم خوب بود، نه انگلیسیم خوب بود، اما حالا میخواستم فارسی صحبت کنم که برام یاد بگیره. ننگ انقلاب شد، 8 ماه بعد از انقلاب ما کارمون خدایار درست کرد و این حالم نمایندگی فیلتر کوین داشتم با توام، با هم کارمون درست شد. با عیال و بچه ها اومدیم تورانتو، رفتیم منزل خدایار موندیم. بعد 2 ماه پروین و بهرام و ماندانا دوباره برگشتن ایران، من و منوچهر اینجا موندیم اما خونه خدایار. با وجود اینا مارچ 1980 آپارتمان کرایه کردیم و رفتیم تو آپارتمان خودمان. رفتن بعد 6 ماه جنگ شروع شد و برگشتن. روزی که وارد تورانتو شدم حقوقم جاری بود، بلو خدایار به کار میکردم، استخدام شدم خود به خود چون کار بلد بودم. و بعدش کم کم خودم مغازه باز کردیم، رفتم نمایندگی فیلتر کوین گرفتم در مارکام، اونم به دست کمک خدایار و کیخسرو. ما امید بودیم به انقلاب تموم میشه و بهرام، ماندانا، پروین رفتن ایران که بعدش هم من و منوچهر بمونه، من برم. این زندگی اینجور را گذاروندیم. انقلاب خبر نشد. بهرام و ماندانا رفته بودن امتحان را داده بودن و دوباره با مادرش اومدن تورانتو. وارد تورانتو شدم، فعال شدم در دربمهر مهربانگی با انجمن زرتشتیان اونتاریو. رفتم آشنا شدم، ممبر شدم و من خودم هم فعال شدم. کم کم به جایی رسیدم که وایس پرزیدنت شدم. بعد از وایس پرزیدنتم 3 ماه خود پرزیدنتش شدم. جمشید عزیز انسانی بسیار با همت، مثبت و عاشق کمک به مردم، مخصوصا جامعه زردشتی.
ما با داشتن ایشون در خانواده واقعا افتخار میکنیم و خیلی دوستت داریم جمشید جان. انشالله که زنده باشی و سایت بر سر همه ما باشی. برادر بزرگم آقای جمشید جم خیلی سخاوتمند، خیلی باگذشت، همه دوستش داریم و خدمت به جامعه ممنونش هستیم. So as long as I can remember, my brother-in-law Jamshid has been a devoted man to his faith and to the Zoroastrian Darba Mir. That's what I remember of him. He volunteers a lot of his time. Yeah, Jamshid is a nostalgic man and also with the many words and a great storyteller. And he's my oldest brother, and we have worked together for so many years. And he's the finest person I ever seen. پدرم 1969 در بیمارستان سرطان معده داشت و خدامرزی شد. و مادرم هم 1982 در تهران سکته قلبی درگذشت. من در ماه دیسامبر 1989 5 بایپاس در سانی بروک هاسپیتال اوپن سرجری داشتن که مرا از مرگ نجات دادن. اکثریت ما هم مرض سکته داریم. مواظب باشه چی دارید چرب نخورید. ۱۹۳۲11 آگست تولدمه که امروز هم که با شما دارم صحبت میکنم 83 سالمه و دو تا عروس دارم. عروسم میترای هخامنشی و سیمای دهقانیان که زن منوچهر جم است. میترا هخامنشم خانم بهرام جم. My father-in-law, like many immigrants, like my parents, moved from Iran in hope of a better life. And in my eyes, they have all succeeded. My father-in-law is an asset and an active member of the Zoroastrian Society of Ontario and has personally passed words of wisdom that I cherish to this day. I love you. Once my father-in-law came into my house and he picked up an orange and he said, "Look, beauty of nature." دامادم هم به نام مهربان مدارایی و ماندانا دخترم عروسشه و هر سه هم تحصیل کرده و دکترا و مهندسیشون و هرچی هست از انگلند گرفتن. و My dad is a very special person. I'm his only daughter and he's always treated me like an equal to my two older brothers and it's amazing. He always tells me to stand on my faith. And I try my best to always stand on that faith. My father-in-law has an answer for every question, even if he doesn't know the answer. It's God knows. So whenever I get asked a question and I don't know, my answer is God knows. آقای جمشید جم 20 ساله که من میشناسم، از اون موقع یه آدم فوق‌العاده خوبی و ایماندار و با خدایی. و البته من ازش خواستم که با خدا که نظر نیاز میکنه سفارش منم بکنه، ولی هنوز کاری نکرده واسه من. همه هم دوستش داریم. I love him very much. Everybody loves him. از بهرام جم سه دختر که نوه باشه برای من، نادیا، تارا و رکسانا، خیلی هم افتخار دارم باشون و همیشه هم سر سرم میذارن. You see the beauty of the nature, what you are looking. گفتم خب همین که اینم یادتونه
غنیمته. I have to be honest. Baba has taught me plenty of useless, complicated Farsi words that are no longer used in the modern language. But I have to admit, he has taught me some pretty valuable life lessons, such as don't worry, be happy, and be patient. Thank you also for being my designated on-demand driver. When I was younger up until now, my Babu Jamshid always forced me to read Farsi magazines. And honestly, most of the time I did struggle and I did not get it. But in the end, it really did help me. Babu, alan farsi harf mizanam. Mershi baraye hame chiz. I've heard that Babu always used to walk on his hands at any social gathering. And I think that's where I got it from. Every opportunity I have, I just walk on my hands. And that's what I love about him. Manucher سه قلو داره به نام آریا، کوروش، تینا. منوچهر پسر بزرگیم. گرانپا جمشید gives me lots of advice, but I don't remember any of them. But I still love him. Grandpa Jamshid is my friend, and when I told him that, he cried, which means he's very emotional too. Say, I love you. آریا گو. دخترم هم ماندارا جم یه پسر یه دختر داره یاسمین مدارایی و سم مدارایی. When I was younger, Baba used to babysit me and he always used to tell me to speak the truth. And I still live by that rule now. And if I lie, I feel guilty afterwards because of Baba telling me that. Baba is so polite that he always wants other people to call me by my real name, even my cousins when they say saw me. He always says, no, it's آقای اسام. با خانومم که زندگی کردم این دوران زندگی چقدر 53 سال شد که داریم زندگی میکنیم، زور همدیگر را قبول کردیم. او خیلی به کار حرفای من سرکج میکرد، میگفت شما راست میگی، منم به حرفای او گوش به حرف میکردم، گفتم شما راست میگی. جمشید جم، همسر عزیزم، ما با هم 53 سال زندگی خوبی داشتیم، 3 تا بچه خوب دارم، از زندگی راضیم دیگه. انشالله که عاقبت به خیر و سلامتی باشه، خوب و خوش سلامتی. سکولوگ یادت میاد، مخواستی گولم بزنی، آسته گفتی گوی آسته گفتی زیر درخت ما، خیلی قشنگ حال نوشتم. گوش بده آبادی در دوزی، آبادی در دوزی گوش من، گفتی امشب خیلی قشنگ. مملوک 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 خوشگلوک تو پل مخلوک، مملوک یادت میاد مخواستی گولم بزنی، آسه گفتی خوزیر درخت ما خیلی قشه، روزی دی گوش بده یه آبادی تو کردی گوش من، ناز من کردی یه گفتی دو طلا خیلی قشه. نمو خواهی آروسی کنیم حالا که همه دوست داریم، تو آروسی عربونه جلولو خیلی خشه، خیلی خشه، خیلی خشه، نفع خشه، خیلی خشه. سکولو، سکولو، سکولو جون دلو خیلو بگولو، حالا که بزرگ شدی خیلی دوست رو شدی، زن من اگر پیشی شو ماه نو خیلی خشه. وقتی که تولدشون شده بچه ها، به تولدشون مبارک گفتم، چیزی نگفتم، بهشون گفتم که فقط چشمتون در دهن کسی نباشه و زود باور نباشی و بد و خوب را خودتون به خردتون تشخیص بدید و پابند گفتار نیک و کردار نیک اندیشه نیک آزموده اشو زرتشت است به ما و همه پیغمبران همین نصیحت را کردن گوش بدید و همون کار را ادامه بدید. یک راه هست و آن هم راستی است.
و مهمترین نصیحتی که بابام بهم داده اینه که بهشت و جهنم نیست. گفتش که هر کار خوب کردی اینجا کردی. مثلا اگه مغازه باشم یه نفر کشیر پول بهم اضافه بده تصادفی، من میگم بابام چی کار میکنه تو این موقع؟ من قشنگ پولو به کشیر پس میدم، میگم اشتباه کردی پول اضافه بهم دادی، و با خوشحالی از مغازه میرم بیرون. 23 سال پیش با آقای جم آشنا شدم. دخترم میترا عروس آقای جمشید جمه، واقعا بهشون افتخار میکنم، به دامادم و به پدر دامادم، همه خانواده خیلی به ما کمک کردن و خیلی آدم های محترمی هستن. یه زندگی که سرتاپا غم هست، مسکرا که زندگی کم هست. میگه این زندگی چیه؟ سر تا پاش غم و غصه هست. بازم خوشحال باش که زندگی کمه، اگه 100 سال هم از کمه خوشحال باش. جینم آرام نیه، مرنم ای تو آسان نیه. میگه انسان زنده هست که آرامش نداره، مردنم که آسون نیست. بین سادگی خیلی میشه مرد. برای اولاد سرمایه جمع کردن نادانیه. کاری بکن که خود اولاد بتونه پول پیدا کنه. گفت نان شد یک من صلوات، یه صلوات بفرستی یک من نون بد میدم. من که گنگم چه کنم؟ من که نمیتونم و دسترسی ندارم که پیدا کنم چه کنم؟ خب پا به زندگیت قانع باش. برادرم فداکار، خیرخواه، باگذشت، نجابت داره، همیشه با من بوده و هست. سپاسگزارم که همچین برادری دارم. I love you. In the name of our Ramazda, I am Jamshid Jam. This is not love story, this is filter queen. Simply good, persistent salesman. God knows he could have been the Prime Minister of Canada if not for English and French language. He likes his utility bills and his photocopy machine. I love him and wish all the best for him, and thank you very much. آقای جم یکی از پاکترین و باگذشت‌ترین آدمیه که من تو عمرم دیدم. من شخصا از ایشون خیلی سپاسگزارم به خاطر زحماتی که برای ما کشیدن، همینطور از خواهرم پروین. معمولا شما نمی‌بینید که کسی از باجناقش خوب بگه، ولی این باجناق من انقدر آدم خوبی هست که به قول اشو زرتشت، گفتار نیک پندار نیک کردار نیک رو ایشون از کوچیکی تا حالا دارن اجرا میکنند. ضمناً اشو زرتشت فرموده خوشبختی از آن کسی است که خوشبختی دیگران رو خواهان باشه، و این رو واقعا من در ایشون دیدم. عشقی هم که من داشتم، یعنی هابی بهش میگن به اصطلاح انگلیسی، من یا عکس جمع کنم یا طعم جمع کنم یا بعضی شعر را جمع کنم، شعر قطعی را جمع کنم. من در زندگی برادر نداشتم. جمشید جم هم شوهر خواهرم، هم برادرم و هم راهنماییم میکرده. امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سرحال و موفق باشه. آقای جمشید جم، من و مهربان خانوادم خیلی از شما سپاسگزاریم، از اونجایی که
در ایران مهربان رو بزرگ کردید و در اینجا که خانواده ما رو در خونه مهر و قلب پر محبتتون ما رو ساپورت کردین و از همه چیز از شما سپاسگزاریم. جمشید جم شوهر خواهر بنده است و مادر زن ایشون مروارید خانم است. همیشه ایشون به شوخی میگن مادر زن بنده دخترش پوست از سرم کنده، ولی بی خود میگه همدیگر رو خیلی دوست دارم و به همدیگه عشق میوردن. چیزایی که آدم قدیمی مثل من پیر در خشت خام میبینه، این نوجوانا تو شیشه نمیتونن ببینن. My dear brother, your autobiographical documentary reflects the true testimony of your character as a hardworking person full of energy with integrity and honesty. You undertook challenges throughout your difficult journey with twists and turns to make a better life for others. Needless to say, you paved the way which made it easier for others to follow. This is your remarkable legacy that is praiseworthy. I thank you, I love you, and God bless you. I'm very lucky to have a brother-in-law like you, and thank you so much for doing so much for our family. And best wishes always, and have a wonderful birthday. Happy birthday. Have a great day. Bye. با درود فراوان بر شما همگی که تشریف آوردید و مرا سرافراز کردید، امیدوارم که همگی به زندگی دان خوشحالی زندگی کنید و همدیگر را داشته باشیم، با هم دوست رفیق باشیم. و یک حرفی که میخوام بزنم، حرفی که همسر دنیا دیگری حساسیت داره تکرار نکنید که اعصاب دیگری را خرد کنید، به اعصاب خودتون یک کمی خون سرد باشید. خیلی ممنون، سپاس. یه قربانم من گیره و هو داده هت را من اینکا اشیش چاو شو تننا وی دوش مزداو اهوره یا یوت ایسای تباچا اوت خسای عیش اشهیا ات تا وخشیا ایشن تو یا مزداتا یا چید وی دوشه ستاو تا چاو و هورایی یس نیاو چاو بنکهوش من اینکو او مانز را اشاف یه چاو یا روچه بیش در سطح بربازار